سلام، من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. قبل از اینکه این پرونده رو شروع کنیم من میخوام چند تا توضیح بهتون بدم. این پرونده رو شما به ما معرفی کردین و اینکه وقتی برای من مینوشتی نوشته بودید پرونده سوزان و سوسن و خب من هر چقدر که میگشتم سوسن پیدا نمیکردم و بعد متوجه شدم که در حقیقت اسم هر دو اینها سوزانه، ولی توی انگلیسی یکیش سوزان تلفظ میشه یکیش سوزن اینجور چیز. آره، ولی خب چون سوسن نوشته میشه که دیگه ما نباید بنویسیم سوسن، حالا به هر جهت، ولی اینا دوتایشون اسمشون سوزانه و من به خاطر این که اشتباه نکنیم اسمها رو با هم دیگه من فامیل هاشون رو میگم، چون نمیخوام سوسن بگم اشتباه اومد یه نفر یه اصلا خواست سرچ کنه. آره دیگه، مثلا هم اشتباه در اسم هم با هم دیگه هم قاطی میکنه دیگه. آره دیگه، من همون ترجیح میدم اینها رو به فامیل هاشون صدا بزنم. این توضیح رو داشته باشین و بریم پرونده جذاب امروز رو با هم شروع کنیم. سوزان آرمسترانگ و سوزان بارتلت در سال 1949 به دنیا آمدن هر دوشون. فقط بارتلت یه چند ماه از سوزان بزرگتره. با این حال این دو زمانی که دبیرستانی بودن و 14 سالشون بود با همدیگه آشنا شدن و حسابی جذب همدیگه شدن. دوستای خیلی صمیمی بودن، به طوری که آدم ها وقتی میخواستن صداشون بزنن میگفتن دو سو اومدن، یعنی دوتا سوزانی که اسمشون با سو شروع میشه. علاوه بر این که اسمهاشون شبیه هم بود، خانواده هاشون هم شبیه هم بود. هر دوتاشون با مادرهای مجردشون زندگی میکردن. بارتلت یک برادر کوچکتر از خودش داشت که با اون زندگی میکرد و مادرش، و آرمسترانگ هم یک خواهر و برادر کوچکتر داشت که با اونها زندگی میکرد و دوران دبیرستان با هم دیگه بودن. وقتی که دبیرستانشون تموم شد و دیپلم گرفتن که شدن بالای 18 سال، شروع کردن به سفر کردن، چیزی که حقیقتا عاشقش بودن. آرمسترانگ رفت ملبورن، میخواست استرالیا رو بگرده، ولی از ملبورن شروع کرد و از هم دیگه جدا افتادن چون بارتلت نتونست با آرمسترانگ بره. بعد از یک سال که آرمسترانگ برگشت به شهر مادریش، متوجه شد که بارتلت برای مسافرت رفته به یونان. خب مثل الان هم نبود که بتونن با اینترنت با هم دیگه در ارتباط باشن، باید نامه به هم دیگه میزدن، یه ما منتظر میموندن و این دو شروع کردن با هم به نامه نگاری کردن. بارتلت انقدر از یونان تعریف میکرد که آرمسترانگ تصمیم گرفت که بره یونان پیش دوستش، ولی یه مشکلی وجود داشت. پول هواپیما خیلی گرون بود و برای دوتا دختری که همش مسافرت میکنن پولی نبود که بتونن راحت بپردازن. برای همین آرمسترانگ تصمیم گرفت یک مدت به عنوان راننده تاکسی کار بکنه تا بتونه پول مورد نیازش رو جمع کنه. بعد از چند ماه کار کردن سوزان آرمسترانگ تونست پول مورد نیاز هواپیما رو پیدا کنه. سری سوار هواپیما شد و رفت یونان پیش دوستش. تقریبا اواسط 20 سالگی بودن هر دوتاشون، یعنی تقریبا 24-5 سالشون بود و دوباره به همدیگه رسیدن. گفته شده مثل این دوستایی هن که وقتی از همدیگه جدا هن، ولی وقتی که به همدیگه نزدیک میشن دیگه اینی به هم میجازن هم نمیتونن جدا کنن. ولی به محض این که آرمسترانگ رسید به یونان یک اتفاقی افتاد، اون هم این که بارتلت در ملبورن استرالیا کار پیدا کرد. بهش نامه زدن و بهش گفتن که یک شغل معلمی در رشته صنایع دستی و هنر توی یک دبیرستانی پیدا شده، خیلی کار خوبیه، درآمد بالایی داره و برگرد. و بارتلت تصمیم گرفت که برگرده و کارش رو بگیره. احتیاج داشت به پول و دیگه سفر کردن براش بس بود. ولی آرمسترانگ گفت که من میخوام یونان بمونم، نه برای اینکه یونان رو دوست داره، نه برای اینکه یونان قشنگه. ظاهرا در مدتی که در یونان بود با یک پسری به اسم آدریان آشنا شده بود و الان باردار بود
و تصمیم داشت که در یونان بمونه، فرزندش رو به دنیا بیاره و با آدریان ازدواج کنه و بارتلت به استرالیا برگشت. 9 ماه بارداری آرمسترانگ خیلی سخت بود، به خاطر اینکه خانواده آدریان یک رفتارهای عجیب و غریبی داشتن. در مدت بارداری به آرمسترانگ اجازه راه رفتن نمیدادن، اجازه حرکت کردن نمیدادن، اجازه آشپزی کردن، ظرفشویی، کلاً فقط میخواد استراحت بکنه. کلاً، یعنی مثلا گفته بوده که من فقط دراز میکشیدم و تکون نمیخوردم توی این 9 ماه. از اون گذشته که ازدواج هم نتونستن بکنن، مدارک مورد نیاز برای ازدواج رو نتونستن جور کنن. و برای آرمسترانگی که همیشه در سفر بوده، زندگیش همیشه یک فرم نبوده، این زندگی دیگه براش عذاب کسل کننده شده بود. و پسرش گریگوری به دنیا اومد. بعد از اینکه گریگوری به دنیا اومد، رفتار آدریان عوض شد. دیگه آدم سابق عاشق نبود، زندگی خودشو داشت، مثلا انگار یه پسر انگار یه سر آزاد، مجرد. بعد آرمسترانگ مجبور بود کار کنه، مجبور بود هزینه هاشو جور کنه. مثلا شما در نظر بگیرید که در یک کشور دیگه داره زندگی میکنه، با یک زبان دیگه، فرهنگ دیگه، و این خیلی براش مشکل بود. برای همین بعضی از منابع گفتن زمانی که گریگوری 1 ساله بوده، بعضی منابع گفتن که زمانی که 3 ماهش بوده بچهش، به آدریان میگه که الان نزدیک کریسمسه، تو یک بلیط برای من بگیر تا من برم استرالیا پدر مادرم رو ببینم و برگردم. ولی آرمسترانگ دروغ گفته بود. در حقیقت بچه رو برداشت، رفت استرالیا و دیگه به یونان بر نگشت. سوزان آرمسترانگ به محض اینکه رسید به استرالیا، بارتلت بهش گفت که بیا با من زندگی کن، من معلمم، یک شغل خوب دارم، درآمد خوب دارم و تو بچت هنوز کوچیکه، نمیتونی جایی بذاریش، نمیتونی سر کار بری، بیا با من زندگی کن، تو گریگوری رو بزرگ کن، من خرج زندگی رو میدم. و خب چی بهتر از این؟ آرمسترانگ قبول کرد. در اکتبر سال 1976 اینها یک خونه ای اجاره کردن در ملبورن، خیابان ایزی 147. اما قبل از اینکه داستان رو جلو ببریم، بیاین موقعیت این خونه رو ببینیم که این خونه چه شکلی بوده. این خونه به صورت یک راهروی طولانی بوده که اول حیاط خلوت بوده، بعد آشپزخونه بوده، آشپزخونه میخوره به اتاق ناهار خوری و از توی اون راهرو میتونی بری به اتاق خواب بارتلت که یه تخته بوده، بعد اتاق خواب گریگوری بوده و بعد اتاق خواب سوزان آرمسترانگ. بنابراین در سال 1977 آرمسترانگ 27 ساله، بارتلت 28 ساله و گریگوری 2 ساله و یه توله سگ هم داشتن به اسم میشکا، زندگی خودش رو در خیابون ایزی 147 شروع کردن. 10 ژانویه بود، ژانویه سال 1977. صبحش بارتلت همراه با مادرش رفت خرید، با هم دیگه نهار خوردن. مادر بارتلت خیلی ناراحت بود، میگفت که تو با این وجناتی که داری، با این کاری که داری، نباید با آرمسترانگ زندگی کنی، زندگی تو رو به بیراهه میکشونه. ولی خب بارتلت محل مامانش نمیداد که چی میگه. بعد هم از هم دیگه جدا شدن. بعد از ظهر بود، برادر بارتلت همراه با دوست دخترش اومد خونه سوها، یعنی خونه سوزانها، و شام رو با هم دیگه خوردن، صحبت کردن و قبل از ساعت ده شب برادر بارتلت خونه رو به همراه دوست دخترش ترک کرد. 11 و 12 ژانویه بود که دوست پسر آرمسترانگ بعد از این که از یونان برگشته بود، یک دوست پسری هم گرفته بود به اسم بری. بری از اینایی بود که پشم گوسفندا رو قیچی میکنن و تو این کارا بود
با هم دیگه قرار داشتن، آرمسترانگ سر قرار حاضر نشده بود و ظاهرم بری نگرانش شده بود که این چرا سر قرار نیومده. هر چقدر هم زنگ زده بود به خونه کسی جواب نداده بود. برای همین همراه با برادرش 12 ژانویه از حیات خلوت میان داخل خونه و یک یادداشتی میذاره برای آرمسترانگ و روش مینویسه که به من زنگ بزن که نگرانتم. بعد هم از خونه میاد بیرون. همون 12 ژانویه 2 از همسایه های سوزان ها توله سگشون میشکا رو توی کوچه پیدا میکنن. میرن میبینن در حیات خلوت بازه، ولی خب هرچه صدا میزنن کسی جواب نمیده. برای همین یک یادداشتی مینویسن و توی اون یادداشت مینویسن که سوزان های عزیز، ما سگ شما رو در خیابان پیدا کردیم، واضحه که خونه نیستین، وقتی برگشتین میتونین به سگتون رو از ما بگیرین، با احترام ایلونا و جنت. و این یادداشت رو میچسبونم به در ورودی. این خانم ایلونا و جنت که همسایه های سوزان ها بودن باهاشون روابط صمیمانه ای داشتن. خونه ها جوری بود که دیوارها نازک بود و صدا رو همیشه میشنیدن. توی این 10 گذشته که با سوزان ها همسایه شده بودن، گهگداری صدای گریگوری می اومد، اما بلا فاصله ساکتش می کرد سوزان آرمسترانگ و صداش قطع می شد. اما از 10 ژانویه به بعد گریگوری وقتی گریه می کرد صداش قطع نمی شد، یعنی پشت سر هم گریه می کرد. و برای این دوتا خانوم سوال شده بود که سوزان آرمسترانگ چی کار میکنه که بچهش رو ساکت نمیکنه؟ چرا ساکت نمیکنه؟ بعد سگ تو کوچه بوده، چرا سگشون رو نمیان بگیرن؟ 12 هم همینجوری گهگداری صدای گریه گرگوری میامد. 13 ژانویه شد، دیدن اینا سگشون رو نیومدن بگیرن، یادداشت رو از روی در بر نداشتن. صدای گریگوری هم میاد، یعنی دیگه پیش خودشون فکر کردن که یه اتفاق افتاده. آره دیگه واقعا، یعنی مثلا نمیشه که گذاشته باشن رفته باشن حالا یه جایی، بعد مثلا بچه رو گذاشته باشن تو خونه سگشونو بلگرد. 2 بوده، بچه خیلی کوچولو بوده. خلاصه میگن که بذار بریم چک کنیم. از در حیات خلوت وارد خونه میشن. میبینن در حیات خلوت بازه. میرن داخل خونه، میبینن چراغ آشپزخونه روشنه. از راهرو، در راهرو رو که باز میکنن، جسد سوزان بارتلت رو توی راهرو میبینن که غرق خونه و سیاه شده، پاها سیاه سیاهه و همچنان صدای گریگوری هم میاد. سرک میکشن میبینن که جسد آرمسترانگ هم توی اتاق خواب خودش پایین تخت افتاده، مثل دقیقا چیزی که توی عکس میبینین، ولی گریگوری سالمه و داره گریه میکنه. این اتاق خانم گریگوری رو بغل میکنن و از خونه میان بیرون، با پلیس تماس میگیرن. با اون اپراتوری که صحبت میکردن، اپراتور حرفشون رو باور نمیکنه، یعنی مثلا باور نکرده که دو نفر اینجوری مردن، بچه داشته اینجوری گریه میکرده. میان یک پلیسی که تازه کارش رو شروع کرده بوده به صحنه جنایت میفرستن. گفتن الکی میگن، گفتن کسی بفرسته همجور بیاد فقط نگاهی بنده، فقط بیاد چک کنه. پلیس هم میاد چک میکنه، میبینه اصلا خونه زیر خونه، یعنی یه چیز فاجعه باریه، دیوارا پر خونه، دوتا زن کشته شدن. زنگ میزنه به مرکز و درخواست نیروی پشتیبانی میکنه تا کاراگاه ها و متخصصین برسن. کاراگاه ها که به صحنه قتل رسیدن و همچنین متخصصین، گفتن که احتمالاً حمله با آرمسترانگ شروع شده، چرا که زخم دفاعی نداره. یک کتاب کنارش افتاده بوده که نشون میده داشته کتاب میخونه، صفحه کتاب باز بوده و گذاشته بوده روی تخت. و اینکه مهمتر از اون 29 تا ضربه چاقو خورده، دامنش رو بالا داده بودن و بعد از اینکه ضربه ها بهش خورده شده و کشته شده، مورد تجاوز قرار گرفته بعد از مرگ. آره، و احتمال دادن که با صدایی که از آرمسترانگ شنیدن، بارتلت از اتاقش میاد بیرون
و میره ببینه چه خبره که مهاجم بهش حمله میکنه. یعنی تو راه رو بوده همونطور حالا که داشته تو اتاق وارد چه. آره توی راه رو که میاد وارد چه مورد حمله قرار میگیره. روی دستاش بازوهاش اینا زخمای دفاعی داشته و نشون میده که با اون کسی که حمله کرده بوده خیلی مبارزه کرده بوده و 55 ضربه چاقو خورده بوده. بعد درا رو چک کردن، گفتن که درا همه باز، پنجره همه بازه. ظاهرا این دو تا عادت داشتن که درا پنجره هاشون رو همیشه باز میذاشتن. هوا بیاد تو خونه، هوا بیاد و بره. خب پس یعنی که الان دو تا احتمال وجود داره، یا اینکه کسی که بوده آشنا بوده و همینجوری از در وارد شده اومده، یعنی مثلا دیدتشون اومده تو، یا اینکه از پنجره که باز بوده داخل خونه. آره شده. و اینکه روی تخت خواب بارتلت یک رد کفش پیدا کردن، رد کفش گلی پیدا کردن. جدا از اون که حالا خونه پر خون بوده و حمله کردن، ظاهراً ضارب بعد از این که به دوتا حمله میکنه میره حموم و شروع میکنه به شستن خودش، یعنی توی حموم خون پیدا کردن. و یه کار احمقانه‌ای که کردن و من خیلی برام سوالی که چرا این کارو کردن، یکی از اون پلیسا حموم رو شسته بوده، خونه رو با آب گرفته که بره پایین. خب میتونست نشد آثاری چیزی جا مونده بوده، میتونسته قشنگ اصلا مشخص چرا همچین کاری کرده، واسه قشنگ چه کنه دیگه، یعنی قشنگ خواسته هم کار پلیسش انجام بده هم تمیز کاری خونه. آره انجام آره مدارک یعنی صحنه جرم رو نتونستن قشنگ تمیز نگه دارن. و همون که پر خون بوده روی مبل یه تیکه پارچه خونی پیدا میکنن، توی چند کوچه پایینتر توی فاضلاب یه لیف خونی پیدا میکنن که اینا همه میگن به صحنه قتل ربط داشته. ولی وقتی مصاحبه میکنن با همسایه ها و اینا، هیچ کسی هیچی نشنیده بوده، هیچ یعنی میدونی چیه، میدونی وقتی یه حمله اینجوری صورت میگیره مگه میشه که جیغ نکشیده باشن، مگه میشه صدایی ازشون نیومده باشه؟ یعنی احتمال اینکه کسی آشنا بوده باشه خیلی بیشتر میشه. خب ببین حتی آشنا بوده، خب حتی آشنا بوده، ببین اون لحظه که داره چاقو بدنت میخوره یا مثلا داری دعوا میکنی جیغ باید بکشی دیگه. خب ببین مثلا وقتی که اون آرمسترانگ که تو اتاق بوده کشته شده بوده، اگه که قاتل آشنا بوده احتمالاً اومده مثلا دستشو گذاشته همونجا، اومده مثلا پلوش دستشو سری گذاشته چاقو رو زده، بعدم تا اینکه اون دختر اومده بهش حمله کرده و اون تونسته دفاع کنه از خودش. حالا به هر جهت یادداشتی که دوست پسر سوزان آرمسترانگ هم گذاشته بود روی میز بود، ولی یه چیز دیگه هم که روی میز پیدا کردن یه سری روزنامه بود، یک تیکای بریده از روزنامه بود که مال 13 ژانویه بود، یعنی همون روز صبح، چون اینا بعد از ظهر جنازه ها رو پیدا کردن. و ما الان نمیدونیم که قاتل توی خونه بوده تیکای روز، اصلا تیکای روزنامه از کجا اومده. خب بالاخره اگه میخواسته که اگه احتمالاً رفته و اومده، رفته بیرون دوباره اومده تو خونه، شاید اومده چک کنه، یا اینکه خب دیگه بالاخره یه جوری بوده که روزنامه توی خونه بوده، نمیتونسته که حالا مگه کسی واسش روزنامه آورده بوده باشه. ببین 13 ژانویه الان چیزی که پلیس حدس میزنه اینه که اینا 10 ژانویه کشته شدن، خب ولی روزنامه ها مال 13 ژانویه است. میدونم خب دیگه، پس یعنی یه کسی روزنامه براش آورده، یه کسی روزنامه رو آورده تو خونه گذاشته کنار نامه که بری برای سوزان آرمسترانگ نوشته بود، کنار اونا قاتل اون درس خون بود، روزنامه خون بوده، روزنامه خون بوده. پلیس با همسایه ها مصاحبه کرد، یه خانم مسنی که مشکل کم بوده خواب داشته، اون شب دهم میگه که من یک مردی رو توی آشپزخونه خونه چی دیدم، خونه سوزان ها دیدم که کنار داره دستاشو میشوره، چون انگار پنجره خونه اینا به بیرون دید داره. این خانم هم داشته از پنجره میدیده که یک مرد داخل خونه است و داره دستاشو میشوره، و اتفاقا دور دستشور هم لکه های خون رو پیدا کردن. یک خانم دیگه گفت که من صدای به هم زدن در رو شنیدم خیلی محکم، ولی جالب اینه که صدای به هم زدن در رو شنیدم و صدای جیغ و داد نشنیدن. اینا همه عجیبه. یک خشکشویی گفت که یه آقایی که دست و صورتش زخمی بوده، لباسهاش خونی بوده، لباسهاش آورده که من بشورم، یعنی لباسها خونی بوده. یک بیمارستانی هم شهادت داده که یک پیرمرد مسن دستاشو اینا خونی بوده، زخمی بوده و اینا، اومده بیمارستان و درخواست کمک کرده. وقتی که فرمو بهش دادن و گفتن که اسم و فامیل و آدرس تو بهمون بده، فرار کرده.
میتونست بنویسه قاتل سوزان. حالا معلوم نیست که اینا این داستان همه به هم ربط داره یا نه، ولی تو اون بازه زمانی این اتفاق افتاده. یه اتفاق دیگه ای که افتاد و بعدها به این پرونده ربط پیدا کرد این بود که توی ایستگاه راه آهن توی صندوق عقب یک ماشین، ماشین کرایه‌ای، یک جفت کفش پیدا کردن، یک لباس پیدا کردن و یک چاقو. این لباس ها خونی نبود، اما وقتی که دستش رو باز کردن، دسته چاقو رو یعنی، آره دسته چاقو رو که باز کردن توش خون پیدا کردن. خود چاقو به حساب خونی نبود، فقط دستش خونی، فقط توی دستش. ببین چاقو شسته شده بوده ولی مثلا توی دستش خون پیدا کردن. آره آثار خونی وجود داشت. و خونی که پیدا کردن متعلق به آرمسترانگ بود، متعلق به بارتلت نبود. یعنی احتمال داره بارتلت با یه چاقو دیگه ای پس کشته شده بوده باشه. اصلا احتمال داره که دو تا قاتل داشته باشیم، یعنی این احتمال وجود داره. پس ماشینم که اونجا بوده تو ایستگاه راهن بوده، احتمال داره که قاتل بعد از اینکه اینا رو کشته بوده خواسته فرار کنه، فرار کرده اصلا داشت. شاید قاتل متعلق به این ملبورن نبوده، میخواسته باشه بره یه شهر دیگه. میدونی چی میگم؟ میخواسته فرار کنه. میخواسته فرار کنه. پلیس اولین کاری که کرد شروع کردن به این که ببینن قاتل کیه، چون ظاهرا قاتل داستان ما فقط هدفش کشتن بوده، یعنی هیچ چیز سرقت نکرده و اصلا گریگوری رو هم نکشته، فقط هدف دو تا رو کشته، فقط دو تا سوزان رو احتمال کشته. احتمال هست که بارتلت رو فقط مثلا به خاطر اینکه فهمیده بود اومده سر راهش کشته باشه. میدونی یه چیزی بهت بگم، من داشتم فکر میکردم، خب این نظر شخصی منه، معمولا کسایی که با چاقو کشته میشن و ضربه های زیادی بهشون زده میشه میگن که اون نفرتی که قاتل نسبت بهش داره، اگه بخواد بکشه تو ضربه چاقو میزنی تموم میشه دیگه. ولی وقتی طرف میاد 55 ضربه چاقو میزنه، 30 ضربه چاقو میزنه، یه نفرت خاصی توشه. اگر با آرمسترانگ مشکل داشته 30 ضربه بهش چاقو زده بهش تجاوز کرده، درسته؟ درست. چرا 55 ضربه به بارتلت زده؟ شاید بارتلت که زیاد مثلا دفاع کرده بوده ازش عصبانی شده. ولی ببین اینا زخمای دفاعی رو که نمیشمارن، ضربه های چاقویی که به بدنش وارد کرده رو میشمارن. یعنی مثلا 55 ضربه چاقو فقط ضربه هایی که مستقیم به بدنش خورده شده. ولی خب واقعا از نوع رفتار قاتل نمیتونی حدس بزنی که با کدوم یکی مشکل داشته. واقعا اولین کسی که حدسشون رسید آدریان بود، پدر گریگوری. گفتن که سوزان آرمسترانگ اینو ول کرده، رفته اومده استرالیا، بچه‌ش هم ورداشته با خودش آورده، احتمالاً قاتل اینه، این کینه به دل گرفته و الان اومده که سوزان رو بکشه، سوزان آرمسترانگ رو بکشه. چک کردن دیدن اصلا آدریان پاش از یونان بیرون نذاشته، اصلا استرالیا نیومده، چه برسه که پاشه بیاد ملبورن، بیاد خیابون ایزی زده 47 و سوزان رو بکشه. ولی الان توی دوره الان که این پرونده هنوز بازه، تست دی ان ای گرفتن و اون اسپرمی که مونده بوده، من اینو بهتون نگفتم الان بهتون میگم، یک سری اسپرم جا مونده، اما نه از روی بدن آرمسترانگ بر نداشتن، روی ملافه ریخته بوده، اسپرم بوده. اون نمونه ها رو بر میدارن، یعنی نمیان نمونه خون از این ور و اون ور بردارن، اون اسپرمی که روی ملافه بوده اون رو بر میدارن. خب اون ممکنه که تو خونه هر کی اومده باشه رفته باشه، مال هر کسی ممکنه بوده باشه. ممکنه، چون مثلا اینا زندگی تقریبا آزادی داشتن، خودشون هم از لحاظ جنسی تقریبا آزاد بودن، ممکنه مال هر کسی باشه. به هر حال اینا نمیان اسپرم رو از روی بدن بردارن، از روی ملافه بر میدارن. الان در حال حاضر با آدریان که اون اسپرم رو مقایسه کردن، متعلق به آدریان نبوده. یک مظنون دیگه ای هم که داشتن دوست پسر سوزان آرمسترانگ بود، آقای بری، که اومده بود یادداشت گذاشته بود و بهش گفته بودن که تو چجوری پاشدی اومدی خونه یادداشت گذاشتی، یعنی نرفتی توی راه رو نگاه کنی که خون ببینی، یا صدای گریه گریگوری اون موقع نمی اومده. و بری گفت نه، من برادرم هم شاهدمه، من با برادرم اومدم، برادرم دیده که من فقط رفتم یادداشت رو گذاشتم و برگشتم. میگم به روباه میگفتن شاهدت که میگفتم میگفتم. اتفاقا از این لحاظش هم مشکوکه، ولی به هر جهت الان در حال حاضر ازش آزمایش دی ان ای گرفتن و آقای بری هم حذف شد از لیست مظنونین. یک مرد دیگه ای هم بود که اسمش رو نگفتن، ولی ظاهرا
خیلی عاشق بارتلت بوده، سوزان بارتلت بوده و حسابی پیگیر این زن بوده. این آقای فروشنده خودش میاد به پلیس میگه که اون شبی که اینها کشته شدن من اومدم داخل خونه. یعنی الان داره چی میکنه؟ میگه یعنی چیز میکنه که بعدا مثلا گیش بیردن بگه من همچی چیز خودم گفتم چرا بیام چه بکنم. اون لکه پای مونده بود که گفتم یه لکه پا مونده، اتفاقا عکسش هم هست الان میتونیم ببینیم. اون گفت که این لکه پا مال منه، یعنی از پنجره اومدم داخل خونه میخواستم شماره تلفن بارتلت رو بردارم و بعد برگشتم، ولی گفته جسدان رو ندیدم. مگه میشه آخه هم این بعدش هم این که چجوری اون وقت الان دقیقا با همه چیز جور در میاد، چون مثلا بارتلت احتمالا بهش مثلا پا نمیداده باش مثلا چی نمیکرده، اونم تعداد چاقوهایی که بیشتر خورده بارتلت خورده بوده، ولی به آرمسترانگ تجاوز شده بوده میدونی. بعد گفته بوده که من مس بودم اومدم داخل خونه ولی من جسده رو ندیدم و بعد هم رفتم. این آقا مزنون بود همین تا همین اواخر، ولی خب تست دی ان ای اینم پاک کرد، یعنی علنا اینم از مزنون بودن خارج شد. اصلا به نظر من رو تست دی ان ای نمیشه حساب کرد، بخاطر اینکه دی ان ای از جای اشتباه برداشتن. ببین از جای اشتباه که برداشتن هیچیه، یه عده دارن میگن که اصلا یه مدت این دی ان ای ها تو اداره پلیس گم بوده، بعد من اس دی ان ای کیو براشم به جاش قالب کردم. دقیقاً همینه. یعنی واقعا چه جوری؟ واقعا اصلا استرالیا احساس میکنم یه جوری بی در پیکر پلیسش. نمیدونم. بعد جالبش اینه که این دی ان ای ها رو تو پایگاه داده خود استرالیا هم بارگذاری کردن که مثلا ببینن که متعلق به کسی هست که قبلا جنایت دیگه کرده باشه یا نه، و هیچ مزنونی نتونستن پیدا کنن. یکی دیگه از افرادی که پلیس خیلی نسبت بهش علاقه‌مند بود در این پرونده یه آقایی بود به اسم استیو کاکس که ظاهرا این آقا هنرمند بود و در همسایگی سوزان‌ها زندگی می‌کرد و علاقه زیادی به پرونده نشون می‌داد، خیلی پیگیر این داستان بود. برای همین پلیس بهش مزنون بود و نتونست هیچ مدرکی پیدا کنه که این دوتا به هم دیگه وصل باشن. با این حال در حال حاضر از این آقا هم آزمایش دی ان ای گرفتن و این آقا هم از پرونده سوزان ها پاک شده. اما یک مزنون قوی دیگه هم داشتن به اسم جان گرانت. جان گرانت در همسایگی سوزان ها زندگی میکرد ولی هیچ رابطه‌ای با هم دیگه نداشتن. این آقا در یک پرونده گم شده دیگه هم مزنونه. ظاهرا این آقا روزنامه‌نگار جنایی بوده، با یکی از دوستاش که بوکسور بوده، یک آقای دیگه که جنایتکار بوده، با هم خونه یک خانومی میرن که این خانم آمریکایی بوده، گردشگر بوده و یک مدتی کار میکرده توی استرالیا. شبی که اینها میرن خونه این خانم، این خانم از فرداش گم میشه و دیگه پیدا نمیشه، هنوزم پیدا نشده. خب توی خونه لباس خونی پیدا میکنن، $125 پول گم شده بوده، یه چاقوی آشپزخونه گم شده بوده، ولی این خانم دیگه پیدا نمیشه و در اون پرونده این آقای جان گرانت مزنونه. و جالبیش اینجاست که این سه نفری که اون شب مهمون بودن خونه این خانم جولی گفتن که یک تلفنی میخواسته بکنه، رفته و دیگه برنگشته. ما هم دیگه اسمش به همین سادگی و اینا گفتن که آره ما نمیدونیم چه اتفاقی براش افتاده. و یکی از همین سه نفر بعدها به جرم قتل یک زن الان تو زندانه. یعنی پس احتمالش خیلی زیاده که اینطوری کرده. خیلی زیاده و پلیس مزنون بود به جان گرانت. من فکر میکنم جان گرانت هم به خاطر اینکه مثلا حالا سوژه واسه خبرنگاری این کاراش نداشته، احتمالاً خودش میرفته دنبال سوژه میگشته. آره چی هم بوده، همین روزنامه‌نگار جنایی بوده. ولی خب متاسفانه آزمایش دی ان ای این آقای جان گرانت رو هم حذف میکنه از پرونده و علناً انگار کسی پیدا نمیشه. یکی از چیزهایی که در مورد گذشته آرمسترانگ گفتن و آرمسترانگ این رو برای خواهرش و خانواده‌اش تعریف کرده این بوده که ظاهراً زمانی که مسافرت می‌کرده در یک مهمونی با یک آقای آشنا میشه. در اون مهمونی صحبت میشه، حرف تو حرف میاد و آرمسترانگ میگه آره من همیشه در حال سفرم، درآمدم کمه، نمیتونم آنچنان که باید ریخت و پاش کنم. و این آقا بهش میگه که من برای تو یک کار خیلی خوب و راحت سراغ دارم، تو بیا یه سر برو کولومبیا، از اونجا یه چمدون زمرد بردار بیار آمریکا و ما بهت پول خوبی میدیم.
آرمسترانگ هم میگه چه شغل خوبه، زمرد میخوام جابجا قاچاق کنم و اصلا قاچاق هم میخوام بکنم، ولی خب زمرد دیگه مشکل نداره. میره کولومبیا، میره کولومبیا، چمدون رو که تحویل میگیره و جاساز رو که چک میکنه میبینه که زمرد نیستش، کوکائینه. و توی فرودگاه خیلی ترسیده بوده، ولی از اونجایی که دختر بوده قیافش موجه بوده رد میکنه به هر جهت، سوار هواپیما میشه. بعد از این که میرسه آمریکا این چمدون رو تحویل میده ولی پولی بابتش نمیگیره. بعد یک عده میگن که اگر آرمسترانگ در اینجور کارها کرده شریک شده بوده، احتمال داره که کار دیگه هم شریک بوده بوده، کار دیگه هم شریک شده بوده که ما خبر نداشتیم. وقتی که تو مثلا با یه آدم های قاچاقچی که کوکائین جابجا میکنن در ارتباط باشی دیگه واقعا دیگه معلوم نیست چی کارا بتونی بکنی، ترش باید بخونی. آره، در مجموع پلیس 130 تا مظنون داشت که 8 تا از مهمترینشون رو آزمایش دی ان ای گرفتن، ولی خب پاک شدن این آدم ها. این آدم ها پاک شدن. پسر آرمسترانگ زنده است هنوز و بعد از این که پیداش کردن 3 روز بدون آب و غذا بوده، بدنش به شدت کم آب بوده بود، بیمارستان بستریش کردن و بعد هم سرپرستیش رو به خواهر آرمسترانگ دادن. خواهر آرمسترانگ، آرمسترانگ گیل بزرگ کرد. همه کلمه رو اشتباه گفتم گیل پسر دوباره گیل پسرش نبوده، گیل خواهر آرمسترانگ بوده. خب دیگه گیل پسر آرمسترانگ گفته بزرگه. گیل خواهر آرمسترانگ گریگوری رو بزرگ کرد و الان در سال 2017 پلیس یک بیانیه دادن که اگر شما اطلاعاتی به ما بدین که ما بتونیم پرونده رو حل کنیم، $1,000,000 جایزه بهتون میدیم. من اگه اطلاع داشتم 100% اطلاعات رو میدم. خلاصه اگر اطلاع داشتی شما اطلاع بدین، این جایزتون رو هم با من نصف کنین. در پرونده های این چنینی معمولا آدم هایی پیدا میشن که میان میگن مثلا ما میدونیم کی کشته، ولی خب همه پرونده هم هستن جان، همه هستن، ولی اکثرش مثلا شاید دروغ بگن. مثلا یه آقای بود توی یک بیمارستان روانی کار میکرد و میگفت که یک مردی به اسم جان کریستی به من اعتراف کرده که من کشتم اونها رو. میگفته که من دوست دارم موقع که رابطه جنسی دارم برقرار میکنم چاقو بزنم به طرفم. میکشه و میگفت که این مسئول قتل آرمسترانگ و بارتلته. خیلی هم پیگیر بود، یعنی یه سره میمد در خونهشون زنگ میزد، اصلا خانواده ها رو اذیت میکرد دیگه. یعنی به حدی شد که دیگه این موضوع رو به پلیس گزارش دادن و که پلیس جلوی این آدم رو بگیره. ولی با این حال این پرونده حل نشده است و همچنان بازه و فکر نمی‌کنم قاتلی براش بتونم پیدا کنم. نه، منم همین فکر رو میکنم، به خاطر اینکه اصلا من قبول ندارم که این دی ان ای که اصلا باشه، اولا که از روی ملافه برداشتن، دوم اینکه اصلا گم بوده، معلوم نیست دوباره اون دی ان ای، همون دی ان ای اشتباه هم دوباره عوض شده. اصلا به نظر من خیلی اشتباه کردن پلیسا توی این قضیه. اصلا ببینید کن روی ملافش که بماند، اگه حتی از توی واژنش هم برمی‌داشتن باز همونقدر قابل اعتماد دارم. میدونی چرا؟ دقیقاً. مثلا ما یه پرونده‌ای داشتیم، بچه های آستین نمیدونم یادتونه یا نه، حالا کاورش رو میذارم. توی اون پرونده اگه یادت باشه اسپرم پسر دختره رو از توی واژن خواهرش پیدا کردن که میگفتن موقعی که تجاوز اتفاق افتاده کسی متجاوز بوده و اسپرم رو جابجا کرد. اون اسپرم رو جابجا کرد. یعنی مثلا توی این پرونده به نظر من این اتفاقا امکان داره افتاده باشه که اصلا الان ما دی ان ای یه نفر دیگر رو داشته باشیم. برای من کسایی دی ان ای گم شده بوده. یه چیزی که در مورد این پرونده حرف میزنن، میگن که اون زمان پلیس نمیخواست این پرونده رو حل کنه به خاطر اینکه این زنها زندگی آزادی داشتن از لحاظ جنسی، یعنی با هر کس دوست داشتن رابطه برقرار میکردن. برای همین اهمیت نمیده، میگفته اینا آره اینجوری کردن، هرچی هم سرش اومده حتما حقشونه. آره اینجوری صحبت میکردن، حالا به درست و غلطیش به ما ربطی نداره، ولی خب به این دلیله که میگن این پرونده حل نشده و من فکر نمیکنم حل بشه. من فکر نمیکنم این پرونده حل نشده است.
امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. این اپیزود خیلی درخواست داشت و برای خود من هم جالب بود. معمولا کنجکاوی گردن و من عاشقشم. اگر دوست دارید که از ما حمایت کنید میتونید ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برامون کامنت بذارید. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.